مطرح بود. در نشست دیروز یکی از نمایندگان پارلمان از معاون وزارت خارجه که در مجلس حاضر بود درباره گزارش‌هایی پرسید که درباره تلاش اعضای خانواده‌های مقیم در واقع بریتانیا از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای دریافت گذرنامه بریتانیا گرفته است. باب ستیوارد نماینده محافظه‌کار پارلمان گفت که شایعات قابل توجهی وجود داره، حاکی از اینکه وابستگان قدرت در ایران میگوشند که لندن رو به پناهگاه تبدیل کنند و به همین دلیل در حال تقاضا برای دریافت گذرنامه بریتانیایی هستند. یاسمین میزر رو داشتیم، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد در انگلیس رو، و از او پرسیدم که چرا در روز خبرسازی چون دیروز که دولت نوپای بریتانیا داشت شکل می گرفت در پارلمان انگلیس موضوع ایران مطرح بوده. خیلی تعجب آوره. از یک طرف شاید قصد این بوده که در روزی که خبرها جای دیگه است، حداقل در سطح بریتانیا در رابطه با اینه که کدام وزرا میمانند کدام وزرا نمیمانند، این بحث ها مطرح بشه و شاید پوشش حداقل در سطح بریتانیا پوششش کم باشه. یکی از مخاطبین که اگه بخواید وزیر دوم در وزارت خارجه است، خانم من، ایشان بعد از این جلسه وزیر آموزش شده اگه اشتباه نکنم، در نتیجه نمیتونه حتی جوابگو باشه به سوالهای آقای باب ستیوارد که ارتشی بوده قبلا ولی نماینده پارلمان و در رابطه با این مسائل سوال کرد. روی هم رفته انتخاب عجیبی بوده، منطقش رو بر من سخته جز این که بگم شاید سوال دیگه نمیتونستن مطرح کنن چون معلوم نبوده کی وزیر میمونه، کی وزیر، کدام وزیر عوض میشه. ولی خود این ادعا خانم میزر عزیز، شما چقدر این ادعا، این حرف درسته که تلاش یعنی خانواده های مقام های جمهوری اسلامی برای دریافت گذرنامه بریتانیایی تلاش میکنن، تا کجا میتونه صحت داشته باشه؟ عزیز شما چیه؟ من بعید نمیدونم که چنین چیزی وجود داشته باشه به چند دلیل. ما در ایالات متحده مشابه این رو میبینیم، همه این شعارها علیه بریتانیا ایالات متحده به نظر من همیشه شعار بوده ولی این در این سالهای اخیر بیشتر این حالت رو گرفته و طبیعی است که اگر کسانی نگران باشند که تظاهرات اعتراض‌ها ادامه داره در ایران و آینده اقتصادی سیاسیشون در خطره، نه فقط خانواده هاشون دنبال اقامت تمام مدت در بریتانیا خواهند بود، بلکه مهمتر از اون ثروت هایی که به دست آوردن از راه های گوناگون از جمله فساد و بهره مند شدن از تحریم، چون این تحریم هایی که بهش میگن هوشمند ها باعث ثروتمندتر شدن رهبران جمهوری اسلامی شده، حتما در پی این خواهند بود که هم ثروت رو خارج کنند هم خانواده ها موقعیت مناسبی داشته باشند در بریتانیا. طبعا قانون عادی بریتانیا اینه که اگه همسر کسی مثلا شهروند بریتانیا باشه، این روزها روند طولانی تریه ولی در نهایت مسئولیتی هست برای اینکه خانواده ایشان رو وارد بریتانیا بکنیم. پیشتر اشاره کردین به عضو نصبهای جدید در دولت بریتانیا که خب بازم اشاره میکنم دولت نوپای هست، از جمله جیمز کلیولی در پست وزارت امور خارجه قرار که باقی بمونه و او قبلا میدونیم که مسئول میز خاورمیانه در همین وزارتخانه بریتانیا بود و گفته میشه که نسبت به منطقه و ایران حسن توجه خاصی داره. آیا فکر میکنین که موندن آقای کلیولی در این پستری مقام موجب بشه که بریتانیا موضع نرمتری در قبال ایران اتخاذ بکنه، مثلا در رابطه با برنامه هسته‌ای یا نه؟ بعید میدونم. ممکنه ایشان در مقایسه با دوره‌ای که خانم تراست وزیر خارجه بود دیدی کمی متفاوت داشته باشه،
ولی سیاست دولت آقای ریشی سوناک متفاوت نخواهد بود. ولی فراموش نکنید که بریتانیا اون موقعیت گذشته رو نداره برای اینکه تاثیرگذار باشه بر مسئله ای مثل قرارداد 5+1 با ایران برجام. نه ایالات متحده توجه چندانی میکنه به اینکه وزیر خارجه بریتانیا چه موضعی میگیره و نه اتحادیه اروپا اهمیت چندانی میده، مخصوصا در این شرایط که فعلا چشمانداز دولت آقای ریشی سوناک حد اکثرش ژانویه 2024، یک سال و نیم، یک سال و خورده‌ای در دولت خواهد بود. با یاسمین میزر سردبیر نشریه کریتیک صحبت میکردم.